سلام بر دوستان بوداپرست، امیدوارم همه شما از گزند و بلاهای روزگار به دور باشید. آیا تا به حال در مورد جابجایی فکر کرده اید؟ نه فقط از یک آپارتمان به آپارتمان دیگر و یا به محله دیگر، بلکه کمی دورتر، یعنی کاملا به کشور دیگر کوچ کرده اید؟ احتمالاً حداقل در خواب دیده اید. شاید یک بار در زندگی شما اتفاق افتیده باشد که شما را اجازه عبور از مرز ندهد. این موضوع به مسئله زندگی و مرگ تبدیل می شود. در حالی که در چنین شرایطی بسیاری از مردم تصمیم می گیرند که از مرز عبور کنند، به هر حال قانون را زیر پا می کنند و جان خود را به خطر می اندازند. امروز داستانهایی را درباره این نوع افراد برای شما تعریف میکنیم. بیایید با هم ببینیم و اما قبل از آن کانال بوداپرست را سابسکرایب کنید و آیکن زنگ را فعال سازید تا هیچ ویدیوی بعدی ما را از دست ندهید. او چانگ سونگ. شهروندان کره شمالی سعی میکنن از کشورش فرار کنن و در کشور دیگر پناهندگی جویند. اما این کار ساده نیست و تنها محدود افراد قادر به فرار هستند. به عنوان مثال، فرار سرباز کره شمالی اوه چانگ سونگ در نوامبر سال 2017. دوربین‌های مرزی کره جنوبی ویدیوی یک جیپ نظامی را ضبط کرده که تلاش دارد از مرز عبور کند. اما ناگهان ماشین وی دچار عواری شد و دیگر نتوانست حرکت کند. مردی از موتر بیرون پرید و شروع به فرار کرد. سربازان کره شمالی چند ثانیه پس از اینکه ماشین سرباز با مشکل روبرو شد و او از آن خارج شد، به سویش دویدن و از فاصله بسیار نزدیکی به او شلیک کردن. او شروع به دویدن میکند و چند متر جلوتر به زمین میافتد. البته او در این زمان از دسترس نیروهای کره شمالی دورتر شده بود و پای دیوار مجتمع خانه آزادی کره جنوبی قرار گرفته بود. مرزبانان او را زیر آتش گرفتند. 4 مرمی به او اصابت کرده بود، اما وی موفق شد در سمت مرز کره جنوبی در زیر یک تاریکی پنهان شود. سپس سربازان کره جنوبی در تاریکی شب به او نزدیک شد و او را کشیده و با خود برد. با وجود زخم‌های شدید، این جوان زنده ماند و حتی قادر به مصاحبه نیز بود. اما نباید فکر کنید که فرار از کره شمالی حرفی جدیدی است. مردم آن کشور دائما سعی میکنند خودشان را به چین برسانند، اما مقامات چینی این فراریان را به کشورشان باز میگردانند و به همین ترتیب شهروندان کره شمالی سعی میکنند خودشان را به کدام سفارت کشور خارجی برسانند، مثلا به سفارتخانه های کانادا یا ژاپن. اما پلیس چین سعی میکنن فراریان را دستگیر کنن و گاهی حتی در جلوی دروازه سفارتخانه های این اتفاق رخ میدهد. فراری یک تجار. ممکن است فکر کنید که فقط افراد فقیر و ناامید میخواهند از کشور فرار کنند، اما گاهی اوقات تجاران بسیار ثروتمندی نیز در بین فراریان وجود دارند. معمای یک فراری بزرگ، کارلوس داون، که اصالت لبنانی دارد و علاوه بر ملیت این کشور دارای تابعیت فرانسوی و برزیلی هم هست. مدیر عامل شرکت خودروسازی فرانسوی ژاپنی رینو نیسان بود. او در یکی از سفرهایش به ژاپن به دلیل تخلف مالی در این کشور بازداشت شد و متعاقباً به قید وثیقه آزاد شده بود. دادگاه کارلوس قرار بود در ماه اپریل 2018 برگزار شود. اما وی در حالی که بر اساس قانون ژاپن در زمان آزادی موقت حق خروج از کشور را نداشت، ناگهان سر از لبنان درآورد. تلویزیون MTV لبنان گفته است که آقای کارلوس با پنهان شدن در یک جعبه بزرگ ساز با هواپیما از ژاپن خارج شده است. با گزارش این شبکه تلویزیونی خصوصی، یک گروه ویژه در پوشش گروه نوازندگان برای نواختن موسیقی در جشن تولد وارد محل سکونت کارلوس داون شده و سپس او را درون یکی از جعبه های ساز گذاشته و از آنجا خارج کردند. به این ترتیب دوربین های مدار بسته نصب شده در محل خروج آقای کارلوس را ضبط نکردند و گروه پس از انتقال او به یک فرودگاه درجه 2 با هواپیما به خارج از کشور منتقلش کردند. همه ای مردم و حتی وکلای خود را شوکه کرد که چگونه کارلوس موفق شد سرویس امنیتی ژاپن را فریب دهد و از کشور خارج شود. اما نسخه مورد قبول این است که یک تاجر در جعبه بزرگ موسیقی پنهان می شود. کارلوس می گوید او جنایتکار نیست، من از عدالت فرار نکردم بلکه فقط از بی‌عدالتی فرار کردم. فرار از جرمنی و نشست در مسکو. فرار از کشور در پشت پرده آهنی کاری آسانی نیست.
اما پرواز بدون اطلاع طرف مقابل و بدون در نظر داشت پاسگاه‌های امنیتی دزدکی از میان انبوهی جنگل‌ها وارد خاک شوروی شود که در سال 1987 واقعاً این اتفاق رخ داده است. یک شهروند آلمان غربی با پرواز و گذر از پدافند هوایی شوروی توسط هواپیمای سینا در میدان سرخ فرود آمد و جهان را شگفت زده کرد. میدان سرخ در قلب شوروی را شنیده اید. 19 سال پایتخت اتحاد جماهیر شوروی بود. بدون اطلاع مرزبانان اتحاد جماهیر شوروی این خیال به نظر می رسد که آیده پرواز جسورانه صورت گرفته است. متیس در خانه در حال تماشای تلویزیون بود و در آن زمان مذاکرات بین رهبران ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی متوقف شده بود و آن مرد فکر میکرد که باید سعی کنم اوضاع را عوض کنم و صلح در سراسر جهان برقرار شود. در آن زمان به همین رویش فکر میکرد، اما او تنها کسی بود که تصمیم گرفت آیده های خود را به واقعیت تبدیل کند. باید بگوییم که پرواز به سمت اتحاد جماهیر شوروی بسیار خطرناک بود، زیرا این کشور بزرگترین سیستم دفاعی هوایی در جهان را داشت. اما متیس فکر میکرد که با کمک یک هواپیما میتواند یک پل خیالی بین غرب و شرق بسازد. در 13 ماه می 1987 به پدر و مادرش گفت که قصد سفر به شمال اروپا را دارد و ابتدا به ریکاویک و سپس به شهر بریکن در ناروی می رود و در تاریخ 25 ماه می وارد هلسینکی شد و از آنجا او راهی مسکو شد. چند دقیقه پس از عبور از مرز توسط رادارهای شوروی شناسایی شد و یک جنگنده به سرعت نزدیک شد، اما خلبان جوان خوش شانس بود که جنگنده اتحاد جماهیر شوروی در ابرها ناپدید شد و او توانست در زمین مسکو در مقابل دروازه های کرملین فرود آید. البته همه متعجب شدند که چند روز بعد وزیر دفاع مجبور شد استعفا دهد و رئیس سرویس پدافند هوایی تایی ماهای بعد اخراج شد. بیش از 150 نفر به دلیل این پرواز جسورانه شغل خود را از دست دادند. فرار از دیوار برلین. دیوار برلین از سال 1961 تا 1989 برلین غربی را از قلمرو جمهوری دموکراتیک آلمان جدا کرده بود. این نه تنها یک مرز بود، بلکه سمبول واقعی جنگ سرد را نیز تجسم میکرد و بسیاری از مردم سعی داشتند از دیوار برلین عبور کنند. طبق برخی گزارش ها 50,075 نفر موفق به فرار شدند. اما ما می خواهیم یک داستان ویژه‌ای را برای شما تعریف کنیم. فتوس گنتر ویتس در یک کارخانه پلاستیک کار میکردند. اینها هم مخترع بودند و هم آرزو داشتند که به غرب بروند. نیازی به گفتن نیست، عبور از مرز از طریق زمین واقعا امکان پذیر نبود. در حالی که دوستان فکر میکردن که از طریق هلیکوپتر عبور کنن، اما معلوم بود که خرید چنین ماشین قدرتمند مشکل ایجاد میکرد و به همین دلیل آنها تصمیم گرفتن با یک بالون فرار کنن. آنها میدانستن فقط یک بالون بزرگ میتوانن آنها را به همراه خانواده هایشان موفقانه عبور دهد. با یک سیلندر گاز و مشعل، اما آنها به منظور ساختن بالون 800 متر مواد نیاز داشتند که خودشان را به عنوان صاحبان یک کمپ کمپینگ معرفی کردند. مقادیر پارچه کارتونی مورد نیاز خود را خریداری کردند. وقتی بالون را ساخت و نوبت به آزمایش رسید، دریافتند که پارچه نفوذ پذیر است، هوا می تواند از آن عبور کند. دوباره آنها خود را به عنوان یک تاجر معرفی کردند، اما این بار پارچه هایی را برای بادبان قایق خریداری کردند، اما دوباره در هنگام فرار در ارتفاع 2 کیلومتری نقشه آنها شکست خورد و آنها با ابر برخورد کردند، خیس شدند و بالون به فرود آمدن شروع کردند. فقط در 150 متر از مرز فرود آمد. خوشبختانه فراریان بدون اینکه کسی متوجه شوند موفق شدند از مرز عبور کنند. پرواز آنها به طول 28 دقیقه انجامید که گاز تمام شد و بالون به زمین فرود آمد و سقوط کرد. دستل پایش شکست، اما با کمک فتوس او موفق شد از آنجا بیرون شوند. آنها حتی نمی‌دانستند اینجا کجا هستند تا اینکه دو افسر را ملاقات کردند و به فراریان گفتند که بالون موفق به عبور از مرز شده است. تصور کنید که چقدر خوشحال شدند. این افراد شجاع بعداً در مورد فرار شگفت‌انگیزشان یک فیلم ساختند و آنها سزاوار این بودند که داستانشان باید بازگو شوند. پرواز ایوو زدروسکی با هواپیمای دست ساختش. بنیاد شرکت ایوا پروپس در ایالات متحده در سال 1984 توسط ایوو زدروسکی روتورهای کامپوزیتی فوق‌العاده را برای هواپیمای خانگی تولید می‌کرد. اما چرا یک تاجر آمریکایی باید از مرز عبور کند؟
خب در واقع داستان فرار ایور از دهه 1880 آغاز می شود. ایور زدرسکی مهندس هواپیما را در پراگ خوانده بود و در آنجا قصد داشت هواپیما بسازد، اما دولت اجازه نمیداد و او نمیتوانست تجارت شخصی خود را شروع کند یا حتی کشور را ترک کند، به دلیل که این کشور ایور را از ویزای خروجی محروم کرده بود. بنابراین وی تصمیم گرفت سرنوشت خود را به دست خودش بگیرد. وی با ماشین موتر شروع به ساخت هواپیمای یک سرنشین کرد، یک هواپیمای کوچک که بیشتر تعمیرات آن خانگی بود. البته ماشین غیر عادی نیاز به پرواز آزمایشی داشت و در طی پرواز آزمایشی توسط پلیس دستگیر شد. پس از آنکه ایور پلیس را متقاعد کرد که هواپیمای او فقط یک پروژه آزمایشی است، نگهبانان او را آزاد کردند. یک روز ساعت 3 بامداد روز 4 آگوست 1984 هواپیمای او دوباره در نزدیکی مرز اتریش نشست کرد. ایور سعی میکرد در سطح پایین پرواز کند، از رادار بگریزد تا در بخش نیروگاهی هوایی گیر نیفتد و بالاخره ایور به زودی در فرودگاه بین المللی وین به زمین نشست و در آنجا درخواست پناهندگی کرد. بعد به لس آنجلس نقل مکان کرد و در آنجا شرکت ایور را تأسیس کرد. هواپیمای کوچک خود را طراحی و تولید می کند و از آن زمان به بعد او ثابت کرد که با موفقیت به پیش می رود و ایور تا هنوز توانسته به طور میانگین 20,000 پروانه را به فروش برساند. خب این 5 فرار تاریخی از مرزها بودند و کدام یکی برایتان جالب بود؟